ناصر کنعانی تاکید کرده که توافق مد نظر تهران همون توافق سال 2015 یا همون برجامه، اما در این حال گفته تلاش‌های دیپلماتیکمون رو به برجام گره نزدیم. منظور او چیه؟ عرض شود که خب میدونی الان جمهوری اسلامی داره نفتش رو میفروشه. آخرین اطلاعاتی که بیرون اومده حدود 1,800,000 بشکه نفت در روز به طور متوسط دارن میفروشن که حد اکثر ظرفیت صادرات نفت ایران و فروش نفت ایران 2,200,000 بشکه است که خیلی فاصله نداره با 1,800,000 بشکه. مسئله سر اینه که دولت آقای بایدن از اعمال تحریم ها باز مونده و به خصوص مسئله نفت، برای اینکه از یه طرف تحریم کردن نفت روسیه رو، از طرف دیگه عربستان 1,000,000 بشکه و روسیه 300,000 بشکه نفت کاهش دادن تولیدشون رو و صادراتشون رو، در نتیجه یک کمبودی تو بازار ایجاد شده، یه چیزی حدود 2,000,000 بشکه الان نفت کمبود هستش در بازار. قیمت نفت خیز برداشته که $100 رو که یک حد روانی هستش، یه سطح روانی هستش، پشت سر بگذاره. شما خودتون در آمریکا هستید بهتر از من میدونید قیمت بنزین الان در آمریکا خیلی بالا هستش، تورم هنوز حدود 4% از هر دو تا عامل به انتخابات آمریکا مربوط میشه و دولت آقای بایدن قادر نیستش که تحریم ها رو روی ایران اعمال بکنه. در نتیجه یک اعتماد به نفسی در حکومت ایران پیدا شده که همین که شما فرمودین که زیاد به اصطلاح منتظر نتیجه مذاکرات نیستن. از طرف دیگه از نظر داخلی هم انتظار داشتن که شاید در سالگرد مرحوم مهسا یک تظاهراتی بشه و یک جنبش اعتراضی دو مرتبه تو ایران ایجاد بشه که نشد. مصطفی رستمی نماینده آقای خامنه‌ای تو دانشگاه گفت اگر ما این مقطع رو پشت سر بذاریم بحران پشت سر گذاشته. در نتیجه این مجموعه باعث شده که یه اعتماد به نفسی تو حکومت ایجاد بشه که زیاد خودش رو در بند برجام نمیبینه و زندگی و کار خودش رو داره ادامه میده. با این حال طی هفته های گذشته بارها اعلام آمادگی کردن که برگردن سر میز مذاکرات، اما آقای کنعانی دیدم در بخش دیگری از صحبتهاش گفته که به گفته خودش کشورهای دوست ما ابتکار عملهایی دارن برای بازگشت به مذاکرات. شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته احتمالاً مذاکرات در ژاپن برگزار خواهد شد. نقش این کشورها رو شما چطور میبینید؟ ببینید ژاپن بار اولی نیستش که وساطت میکنه. اگر یادتون باشه سال 2019 بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد، آقای مرحوم شینزو آبه که نخست وزیر وقت ژاپن بودش به ایران رفتش و خواست وساطت کنه. یک جلسه دو نفری هم تک به تک با آقای خامنه‌ای داشت و آقای خامنه‌ای به شدت اونجا حمله کردش به ترامپ و ممانعت کردش از هر نوع مذاکره با آمریکا و گفت تا وقتی که ترامپ سر کار هستش مذاکره در کار نخواهد بود. در نتیجه ژاپن خب فعال بوده تو این زمینه. الان یه مطالعاتی که توی آوریل امسال میدل ایست اینستیتیوت بیرون دادش، 95% نفت ژاپن از خلیج فارس تامین میشه که یه مسئله امنیت ملی هستش برای ژاپن. در نتیجه ژاپن به شدت نگران بی‌ثباتی در منطقه هستش و دلش میخواد که یه جوری بشه که یه صلح باثبات و پایداری اونجا برقرار بشه، برای اینکه الان همونطور که گفتم شدیداً به نفت منطقه به اصطلاح وابسته هستش. بله. و میخواد شاید یک صلح یه جوری بین ایران و آمریکا ایجاد بشه که خطر بی‌ثباتی رو دور کرده باشه منطقه. تشکر میکنم از شما شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا.